ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره شنیده شدن صدای انفجار در منطقه نطنز، رمضان علی فردوسی، فرماندار نطنز، اعلام کرد که این صدا بر اثر شلیک پدافندی در حاشیه شهر بادرود بوده و این رویداد خسارتی نداشته است و مردم نگران نباشند. در همین میان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران رژیم در گزارش خود شلیک این موشک را در راستای آزمایش توان دفاعی ایران در واکنش سریع نسبت به تهاجم احتمالی و با هدایت سایت پدافندی در منطقه تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز توصیف کردند. در 18 ماه گذشته دو انفجار در سایت نطنز اتفاق افتاده است که مقامات جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز کردند. جمهوری اسلامی هم اکنون در میانه مذاکره با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای است. دور هفتم این مذاکرات بعد از 5 ماه وقفه هفته گذشته از سر گرفته شده، اما دیپلمات‌های غربی مذاکرات اخیر را ناامیدکننده و مایه نگرانی خواندند.